نماینده پارلمان ایران گفت سازمان منظمی در حوزه مهاجرین نداریم مقررات را باید اعمال کنیم تا اتباع هم زندگی آبرومندانه ای داشته باشند انصداد مرزها به طور کامل باید انجام شود نماینده مردم ولایت سبزوار در مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه نبود ساختار و سازمان منظم باعث به وجود آمدن آسیب در حوزه مهاجرین شده است گفت باید انصداد مرزها را به طور کامل انجام داده و پدیده مبارزه با اتباع غیرقانونی را در دستور کار قرار بدهیم تا اتباع در چارچوب ساماندهی شده فعالیت داشته باشند محمد رزا محسنی سانی در گفتگو با خبرنگار شفقنا در رابطه با ضرورت ساماندهی اتباع اظهار داشت ساماندهی و سازماندهی اتباع در دستور کار بوده و امروز هم اجرا می شود و تا حدود زیادی بعضی از قوانین مصوب در حال انجام است ولی هنوز در این زمینه یک سری چالش های جدی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد امیدواریم با تشکیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مخصوصا با توجه به ضرورتی که امروز احساس می شود در حوزه اشتغال استفاده متقابل ببریم و هم بدانیم چالش ها و پیامدهای های موجود در این زمینه را برطرف کنیم. آقای محسنی ساری نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی علاوه کرد پدیده مهاجرت و اتبا در همه جای دنیا وجود دارد. دنیا درگیر مهاجرت‌های های غیر قانونی و اتبای بیگانه است. بنابراین باید تلاش کنیم تا انصداد مرزها با ویژه در مرزهای شرقی کشور را عملیاتی کنیم. و در پایان خاطر نشان کرد اقداماتی در این زمینه از جمله ایجاد برجک و دیوار شکل گرفته ولی هنوز تکمیل نشده است. ما باید انسداد مرزها را به طور کامل انجام بدهیم و بعد در این راستا پدیده ای مبارزه با اطباء غیر و را در دستور کار قرار بدهیم تا اتبا در چارچوب ساماندهی شده فعالیت داشته باشند قرارداد ملکی با اتباع غیر مجاز ممنوع است فرماندار تایبات واقع در شرق خراسان رضوی گفت هر گونه اجاره واحد مسکونی معامله و فروش از سوی مشاوران املاک با اتباع غیرمجاز در این شهرستان ممنوع اعلام شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد مهدی شیردل روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود در جلسات متعدد از سوی دستگاه های نظارتی گفتگوهای لازم با مشاوران املاک انجام شده و برخی از صاحبخانه ها قولنامه داخلی با اتباع منعقد می کنند که بدون شک تبعات آن به خود مالکان با مشاوران و مشاوران املاک متخلف برمیگردد و اظهار کرد مالکان به هیچ عنوان حق اجاره منازل خود را به غیر غیرمجاز ندارند و در صورت شناسایی با آنان برخورد جدی خواهد شد فرماندار تایباد ادامه داد با توجه به اینکه افغانستان در همجواری مرز دوغارون و تایباد قرار گرفته رفت آمد اتباع از این منطقه به سایر مناطق استان خراسان رضوی بیشتر است و ای گفت در راستای شناسایی مشاوران املاک متخلف در تایباد و تشدید نظارت ها بازرسی و گشتهای مشترک در حال انجام است مشهد بعد از تهران دارای بیشترین شمار مهاجران خارجی است و نزدیک به 400 هزار خارجی دارای مدارک و اقامت شامل کارت آمایش، گذرنامه، گذرنامه خانواری و برگه سرشماری هستند که مشخصات آنها در سامانه سیام وزارت کشور ثبت شده است و به عنوان اطبای قانونی در مشهد اقامت دارند. زنگ خطر اتباع به صدا درآمد. وزیر آموزش پرورش اطلاعات نگران کننده ای درباره آمار دانش آموزان افغان اعلام کرد. با گزارش نه صبح رضا مراد صحرایی در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی اطلاعات نگران کننده ای ارائه کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و در سایه اخبار انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت. او درباره مدارس چهل نفره و تراکم شدید دانش آموزان در مدارس دو عامل را معرفی کرد. عامل فری کمکاری در مدرسه سازی و عامل اصلی حضور گسترده اتبا در مدارس وزیر آموزش پرورش با تاکید بر اینکه مهمترین دلیل تراکم کلاس های درسی حضور اتباع خارجی است خبر داد در برخی شهرهای کشور تعداد دانش آموزان اتبو از دانش آموزان ایرانی بیشتر شده است مراد سهرائی قبلا گفته بود با افتخار 600 هزار افغانی را به صف دانش آموزان افزوده اما حالا متوجه اشتباهش شده است رضا مراد سهرائی در جلسه علنی یک شنبه مجلس شورای اسلامی اطلاعات نگران کننده ارائه کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت این بود از اخبار و اطلاعات اطباق مهاجرین خارجی مقیم ایران تا این دم تا اخبار دیگر خدا نگهدار